فرانسواز هوگه، عکاس فرانسوی آژانس وو. موضوع مجموعه یادگیری چگونه مردن، کره جنوبی. کره جنوبی یک رکورد جهانی غم‌انگیز را در اختیار دارد. هر روزه 39 نفر در کره جنوبی دست به خودکشی می‌زنند. در این کشور که در چند دهه گذشته از یکی از فقیرترین کشورهای دنیا به 13 قدرت اقتصادی در جهان تبدیل شده، مراسمی برگزار می شود که تشییع جنازه را شبیه سازی می کند. این مراسم هر روزه افراد بیشتری را به خود جذب می کند. در مرکز شفابخشی هیون در سئول، در روزی که من در این مراسم حضور داشتم، قریب به 30 تجربه شبیه به مرگ را پشت سر گذاشتند. هر بهانه‌ای برای تجربه جمعی در مورد جهان بعد در این مرکز پسندیده است. از نوجوانی 13 ساله که به اختیار و اراده خودش به اینجا آمده تا زوجی که در تلاش برای غلبه بر مشکلاتشان به این مرکز قدم گذاشتند. گاهی اوقات شرکت‌ها نیز سمینارهای تشییع جنازه را برای کارمندان خود ترتیب می‌دهند. در میان خیلی عظیم تابوت‌ها، استاد مراسم با آب و تاب فراوان توضیحاتی می‌دهد. مشکلاتی که همگی در زندگی روزانه خودمان مجبور به رویارویی با آنها هستیم، بخشی از زندگی ماست و این که ما باید این مشکلات را بپذیریم و در خلال این مشکلات به دنبال شادی باشیم. بعد از صحبت‌های استاد، شرکت کنندگان عکس پورتری تشییع جنازه خودشان را می‌گیرند و در حالی که لباس سنتی به تن دارند، وصیت‌نامه و یا نامه‌ای برای خداحافظی به خانواده‌هایشان می‌نویسند. شرکت کنندگان اشک می ریزند، برخی از آنها طلب بخشش می کنند و برخی دیگر به خودخواهی ویرانگر خود در طول زندگی شهادت می دهند. هنگامی که متقاضیان روبروی تابوت خود قرار می گیرند، آخرین حرفهایشان را با صدای بلند بر زبان می آورند. لحظه سرنوشت ساز از راه می رسد. استاد مراسم اشاره می کند که اکنون زمان آن رسیده تا به جهان دیگر برویم. فرشته مرگ که لباس فرم ویژه به تن دارد وارد سالن می شود. در زیر نور شمع شرکت کنندگان در تابوتهایشان دراز می کشند و فرشته مرگ درب تابوت را می بندد. این تجربه 10 دقیقه به طول می انجامد. کره جنوبی با شتابی فراوان به سوی مدرنیته در حرکت است. در جامعه‌ای فوق‌العاده رقابتی با تحمل هزینه‌های بسیار، موفقیت شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی به عنوان الگویی به خورد مردم داده می‌شود. بسیاری از کره‌ای‌ها فراموش کردند تا هویتی برای خود بسازند. در جامعه‌ای که از جمع‌گرایی به سوی فردگرایی حرکت کرده، بر طبق بررسی‌های اخیر اداره آمار ملی، چیزی در حدود 1/3 از جمعیت هنوز تصور می‌کنند کمک مالی به اجدادشان به شکل نذورات مسئله عادی و طبیعی است. در مواجهه با این انزوای مدرن و با توجه به سیستم رفاهی ناکارآمد، تقریبا نیمی از جمعیت سالمند در وضعیتی نامطلوب و مخاطره‌آمیز زندگی می کنند. سالمندان در کره جنوبی 4 برابر بیشتر از دیگر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD دست به خودکشی می زنند.